دوستا صحبت های خانم دکتر زرغونه مهدی، متخصص نسای ولادی و مسئول شفاخانه مهدی، را با هم در ارتباط به خطرهای حضور زنان باردار در اجتماعات، در مراسم های عزاداری از نظر علمی و بررسی گرفتن. ممنون دکتر صاحب هستیم. دکتر صاحب، اگر این روزها در شهر کابل ما شما گشت و گذار بکنیم، موترها در جاده ها صدای نوحه بلند است و در خانه ها هم تا ساعت یک شب، دوازده شب صدای بلندگوهای مساجد به شدت میان که خیلی قابل فهمم نیست که چی میگم. چنین از هر بلندگو یک نارامی رو برای خانم ها ایجاد میکنه، یک افسردگی هست. اینا هم تاثیرگذار هست بالای روحی خانم ها. یادیست همطور که گفتیم که البته جلسات بعدی ما سر استفاده از موبایل بود که همیشه در گوش که اگر باشه یک قسم آلت شنوایی رو برهم میزنه و این حالت هم سرصدای بسیار بلند و آوازهای بلند این آخذای سیستم شنوایی رو برهم میزنه. این آخذا رو که برهم زد سبب تخریش دماغ میشه. امی تخریش دماغ، خب شما میفهمید که دماغ مرکز کنترل کل اعضا وجود است. وقتی دماغ یا اعصاب آرامش نداشته باشه، خانم آرامش رویش برهم میخوره و در طفلی که در بطن نشست هم این مسئله تاثیر منفی برش داره. درست. خب دکتر صاحب، راهکارهایی که وجود داره از نظر علمی این خانم‌ها که ناخواسته بعضیشون در معرض خطر هستن، مثلا همه قسم که همکارم اشاره کرد، اینا ناخواسته یک زن باردار در این معرض قرار میگیره، پس راهکار چی هست؟ این زنهای حامله چی کار کنند؟ البته هم تو که گفتیم چون فضا همین مسئله است، باید تو قدر زیاد سراسیمه خدا نسازد. خب اگر فرمودی شما نظر به وقت زمان، باید امینتخانی بعضی چیزا باشه. خانم خود کوشش کنن در این آماده بسازن. مثلا یک اتاق دارن که نزدیک به سرک است، این رو بفهمن که امین شروع صوف فکر کنن که همتو یک امین جای یک ترانسپورت تیر میشه که در اون مواد غذایی صدا میکنن یا بعض چیزهای دیگه صدا میکنن. از این سبب خود کوشش کنن آرام نگاه کنن. بعضی که فضا رو تغییر دادن مشکل است، اما خود آدم میتونه عیار بسازه و این مسئله را کوشش کنن که استراحت میکنن یا بعض پخت ها یا بعض چیزا رو در گوش خود بزنن استراحت کنن یا گوش خود بسته کنن که تا از آواز دفتنی نوع هیجانی نشن یا وارخطا نشن. یکی از وقایع کار شد. دیگه که تا اندازه کوشش کنن در معلات که دوامدار امکان داره دوامدار مانن در اون معلات اشتراک نکنن، از این فضاها دورتر باشن، این هم جز وقایعشان می باشن. دکتر صاحب، تفره چقدر میتونه برای زنهای حامله کمک کنه؟ مثلا میتونیم بگوییم که فعلا شرایط اونقدر خوب نیست، شاید خیلی کسا نتونن جرأت کنن که یک جای سفر کنن، یک جای بیرون از خانه خود برن، و باز هم اگر یکان تمرینی وجود داشته باشه در جریان بارداری اونا از تمرینات طبی برخوردار شون. اینو اگر بتونن تایم صبح کم وقت‌تر بیدار شن که هوا و فضا بسیار خوب میباشه، شما میفهمین که هوای صبح خوبتر است. اینو کوشش کنن یک پیدگردی بسیار سبک داشته باشن یا کار فیزیکی خود که میکنن، همی کار امور خانه رو به یک حالت که اعصابشان آرام باشه اجرا کنن، این بهشان خوب است. آمدیم سر سفر. سفر واقعا نظر به یک ما شما میبینیم در این شرایط بسیار بهشان مشکل است. امکان دارن نظر به کمبود ترانسپورت هوایی و زمینی، اینا دیر وقت در یک جای استاد بانن تا ترانسپورت برشان پیدا شد. از سبب بهتر از در محل که هستن در اونجا اقامه کنن و البته صبر حوصله داشته باشن نسبت به اینکه فکر کنین با زرنج و با ریکشا و با موترسیکل از یک جای با جای دیگه رفتن و نام از اینکه من خود نجات میتونم در حالی که خودشان در خطر میشن. مسئله است دکتر صاحب، به خاطر از اینکه خانواده ها
دقیق در جریان قرار بگیره اگر ما هم فهرست بکنیم با توجه به شرایط فعلا نگرانی ها از مسائل امنیتی هست نامنه های روح روانی و آلودگی های صوتی هست و افسردگی و غمی که از مصیبت ها و نوحه خانه ها من اما اینها رو در نظر بگیریم خطرها چیست اگر فهرست وار بگید بالای کودک نوزاد تا بالای جنین یا خود مادرای باردار بله البته در قدم اول مسئله روح روانی امکان داره روح نوزاد متاثر بشه همین نوزاد که پیدا شده شاید که از نظر وزن کم بسیار بلخ یک قسم نارم و کم کلان شده برخوردش بسیار برخورد اجتماعی بسیار منفی درست بر مادر از این که مواد غذایی درست نیست فرموده شما هوا آلوده است علاوه که ویروس است استعمال باروت هم زیاد است بعض مسئله صوتی مسئله زیاد است امکان داره که خود وجود مادر معافیتش بسیار کم شد تخریبات و جرات وجود از خصوصا دینی از کم شد امکان داره یک کم خونی بسیار زیاد برای خانم ایجاد شد این خود از یعنی صحت مادر هم صدمه میده درست بسیار خوب تأثیرات منفی بالای صحت مادران پس با توجه به این خطرها فعلا مادرها باید متوجهشان باشند در خانه هایشان باشند بله. و زیاد گشت و گذار خوب نیست بله در خانه ها و کوشش کنن از یک محل استفاده کنن که اکسیژن بسیار کافی داشته باشه مایعات بسیار خوب بگیرن و اگر مشکوک به مرض خودش یا اطرافیان باشه زودتر به دکتر مراجعه کنن درست خیلی تشکر از حضور شما از توضیحات شما دکتر صاحب در اخیر گفتنی و پیامی اگر برای مادرها داشته باشین خوب است که همه بیننده بشنون اگر مادرها مراقبت های آنتی نتال کیر یا قبل از ولادت داشته باشن و با یک دکتر معالج خود به تماس باشن بهتر است اینا حالا که اینا به تماس نمی باشن میشه میگن که سالهای مسائل بوده و مادرای ما هم به همطور یک مجالس اشتراک کردن ما مشتراک کنیم اون وقت چیز و تاثیرات منفی به اونا نبوده با ما هم نبوده درست. در حالی که شاید وقت اینقدر امراض کحال است وقت نبوده باشه ایسا متوجه خود باشه اطرافیان چی وظایف دارن؟ پدر و برادر و شوهر و اینا که هر لحظه خبرهای منفی رو بگوین رسانه ها را خبرهای منفیشان رو باساب بدن بیشتر پخش بکن در خانه اینا البته اونا خو راستی بیتر از امو مسئله را که میبینن امو را با خود نگاه کنن به خانه چون نه تنها یک مادر حامل است بلکه طفلای خرد هم است که تاثیرات منفی داره بر اینا بهتر است به مون بانند بعض رسانه ها هم که دیده میشه بسیار حالات فجیر نمایش میتن اون نموز که دمیش شب روز میبینیم طفلا هم روحن بسیار نارام هستن خب دکتر صاحب یک پیام کوتاه دیگر اگر برای اوی در مادرهایی داشته باشه چون شرایط فعلا خیلی حساس است بله. یکی در مادرها شاید باشن که اصلا به دکتر نتونن مراجعه بسیار. کنن چون بعضی شفاخانه ها ممکن است بسته باشن در ولایت ها اونا خودشان اگر دکتر خودشان باشن چی کار کنن؟ فقط اینا کوشش کنن امی سیستم غذایی خود زیادتر از مواد استفاده کنند که مقاومتشان بلند برن یعنی اگر بتونن میوه دست راستشان نباشه ترکاری ارزان بگیرن حبوبات بگیرن به این وضع سه وقت پنج وقت نان بگیرن کارهای فیزیکی سبکتر داشته باشن و کوشش کنن در فضای باشن که آب و هوا کمک خوبتر باشه یعنی اتاق انتخاب کنن که بر خودشان مساعد باشه در پلوش استراحت داشته باشن